سید علی شریف نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای شریف نژاد سلام. با گذشت یک سال از درگیری‌های شدید در خاورمیانه، به نظر شما مهمترین چالش‌ها و عواقب انسانی این بحران برای مردم منطقه چه بوده و تحلیل شما از وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده این درگیری‌ها چیست؟ بفرمایید. من صدا ندارم. جناب شریف نژاد صدای منو دریافت می‌کنید؟ بله. جناب شریف نژاد، با گذشت یک سال از درگیری‌های شدید در خاورمیانه، به نظر شما مهمترین چالش‌ها و عواقب انسانی این بحران برای مردم منطقه چه بوده و تحلیل شما از وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده این درگیری‌ها چیست؟ من به وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسینی و همکاران محترمتون و بینندگان عزیز. 7 اکتبر ساعت 6 صبح 7 اکتبر سال میلادی گذشته شروع یک فصل جدیدی در بحران‌های خاورمیانه بود و این فصل جدید در بحران‌های خاورمیانه باعث گستردگی این بحران در سطح خاورمیانه شد. این گستردگی تا جایی رسیده که امروز بیش از 42 هزار نفر انسان بیگناه کشته شدند، بیش از 3746 هزار نفر آدم در این جغرافیا آسیب دیدند و میلیون ها نفر آواره شدند. بحرانی که شاید شروع کنندش تفکر بنیادگرایی بود، ولی تکمیل کننده این بحران یک تفکر رادیکال تر و خصمانه تری نسبت به مردم هست که تروریست، یک باند تروریست این تفکر، و باعث شده که منطقه دچار این بحران باشه. امروزی که دارم با شما صحبت میکنم، من حداقل در همین لبنانی که دارم با شما صحبت میکنم، همین امروز متاسفانه تعداد از افرادی که من خیلی بهشون علاقه من بودم و مورد احترام بنده بودن از دست دادم و با دستای خودم اینها رو توی غرب گذاشتم. این وضعیتی است که متحمل گفتمانهایی است که قائل به عقلانیت نیستن، قائل به نظام حقوق بین الملل نیستن، قائل به گفتمانهای بشردوستانه نیستن و هیچ گونه کد خدا منشی رو قبول ندارن. نه طرف اسرائیلی، نه طرف به اصطلاح محور مقاومت هیچ گفتمان کد خدا منشی رو قبول نداره. و نهادهای بین المللی که فقط حرفن، فقط در لفافن، نه در عمل هیچ کاری رو برای مردم نکردن. و معلوم نیست که آینده این جنگ چه خواهد بود. آیا ما بازم باید بنشینیم و ببینیم که نهادهای بین المللی فقط حرف میزنن، یا واقعا ما میتوانیم دوباره صلح رو در این منطقه شاهد باشیم؟ واقعا این مردم این سرزمین های که دچار بحران هستن مردم مظلومی هستن. مردم هستن که قربانی سیاست هایی دارن میشود که اگر جلوی این سیاست ها گرفته نشود، ما آیندی تاریکتری رو در این مناطق شاهد خواهیم. بله، ممنونم. با تشکر از سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.